السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرزكة هواء وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله زياران وياوران و بلکه سرداران حضرت باشیم سلواتی سرداری بفرستید اللهم محمد معذرت میخوام از جلسه قبلی که نتونستم خدمت دوستان برسم از می میکنیم بعضی از دوستانم به زحمت افتاده بودن و خلاصه ما قصدمون نبود که اینجور بشه بالاخره انشاءالله خدا به همه سلامتی بده آیاتی که از بین آیات چهل تا چهل و چهار تلاوت شده بود آیه چهل و سوم و چهل و چهارم تقریبا جزئی ازش بانده بود که اشالله وارد بحث جدید بشیم در آیه چهل و سوم فرمودن و عقیم و و آت و زکات ورکعو معراکعین اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکون و انتم تطلون الكتاب افلا تعقلون خطاب به یهود بود این سلام علیکم الله این آیات خطاب به یهود بود اما این خطاب به یهود عرض کردیم یه بیان تاریخی نیست که فقط خطاب تاریخی باشه بلکه به عنوان عبرت برای ما و مخاطبش ما هم هستیم که همون شرایط ممکنه تکرار بشه که اینها گذشت ایشون فرمودن که اقیم و سلات و آت و زکات که اوم که سه دسته از عبادات رو و سه دسته از فروعات رو بعد از بیان ایمان که قبلش فرمود آمنو به ما انزل تو مصدقا لما معکم بحث ایمان رو مطرح کرد و بعد از بحث ایمان وارد بحث فروعات و اعمال شد که بعد از ایمان وارد بحث اعمال شدند و در بین اعمال سه تا از مباحث رو شاخص کردند همچنان که در بین ایمان شروع رو از تصدیق لما معکم قرار داده بودند که از اینجا شروع کردن اونچرا را که قبلا شما داشتید نقطه شروع رو در ایمان از کجا قرار دادند مصدقا لما معکم اونی رو که اینها میشناختند اونی که برای اینها آشنا بود سلام علیکم الله در بحث اعمال هم از آنچه که اینها میشناختن شروع کرده بودند لذا چون اینها اقامه سلات و زکات رو میشناختند از اقامه سلات و زکات شروع کردند لذا اولین عملی که از اعمال به عنوان این اعمالی که دین جدید که بشارتش رو داده بودند برای اونها داره ذکر میکنه همون اعمالی است که قبلا میشناختند چون قبلا میشناختند قبول براشون ساده تره همچنان که در بحث ایمان اونچرا که قبلا دیده بودند قبول براشون ساده تر بود مصدقا لمام معکم بود در بحث ایمان نقطه شروع رو اونجا قرار داده بودند در بحث اعمال هم نقطه شروع رو کجا قرار دادن؟ اونچرا که اینها میشناختند این نحوه تبلیغ رو برای انسان ترسیم میکنه که اگر میخواید در معارف و اعتقادات وارد بشید از کجا وارد بشید در معارف و اعتقادات؟ از آنچه که اینها میشناسند لذا اونجایی که اینها میشناسند در معارف تسهیل میکنه قبول رو باعث میشه زودتر به قبول برسه لذا مصدقا لما معکم اونی رو که دارید در بحث اعمال هم اولین اعمالی که نشون میدید و بیان میکنید کدام اعمال باشه اون اعمالی رو که اینها سابقه شو دارن انس بیشتری بهاش دارن یه اطلاع اجمالی ازش دارن از اینجاها شروع کنید این نسبت به حرکت خود انسان در سلوک نسبت به ارتباط با دیگران در تبلیغ این بحث یه بحث بسیار کاربردیه که از کجا باید آغاز کرد در اعتقاد و همچنین در اعمال لذا اینجا هم در اعمال هم از اینجا شروع میکنه و اقیم الصلات و, و آت و زکات و رکعوم الراکعین هر سه عملی رو هم که ذکر میفرمایند در آیه شریفه هر سه عمل اعمالی است که تو رابطه با اجتماع رابطه برقرار میکند عقیم السلات نمیگه نماز رو بخونید میگه اقامه کنید یعنی رابطه ی نماز رو با اقامه در نظر میگیره که اقامه یک امر چی هستش اجتماعیه نه یه امر فردی درسته امر به فرد تعلق گرفته برای تحقق یک امر اجتماعی که اقامه سلاته و اقامه سلات از خلاصه این که فقط نماز بخوانند بالاتره یعنی نماز خواندن توش هست به اضافه همچنین آت و زکات که یک امر کاملا اجتماعی و ارتباط اقتصادی با افراد دیگر مجتمع است که اون خلل و فرج اجتماع رو چکار بکنن؟ پر بکنن که این دوتا دو, تا دو رکن در قرآن در دستورات قرآنی ورکعوم الراکعین که رکوع علامت خضوع و خشوع و ارتباط متواضعانه است که اساس اساس رابطه هاتون رو ورکع و این قرار بدید که تواضع که در نماز رکوع و سجود دو رکن اصلی نماز هستند و بلکه رکوع اولین رکن از نمازه که محقق میشه به عنوان ظهوری که دیگران میبینند که با اعمال دیگه متفاوت میشه که بعد از اونم سجوده لذا ورک او معراک این اگر یادتون باشه در رابطه با مریم سلام الله علیه ها یه بار عرض کردم خدمتون که خدای تاکت آلا در قرآن در سوره مریم اونجا که خطاب میکنه که از قول ملائکه که یا مریم ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه علا نسائل آلمین سه در حقیقت برای مریم عنوان الهی میشمره سه تا مقام میشمره در مقابل هر مقامی هم یه تکلیفی رو قرار میده که مطابق باشه با اون مقام میفرماید در آیه که از در حقیقت الان خودم چی؟ یا مریم از قالت الملائکه یا مریم ان الله یا مریم ان الله هست ملائکه به مریم گفتن خدای تبارک و تو رو استفاک برگزید استفاکه تو رو برگزید برگزیدن برا برای خودش دیگه برای خود خدای تبارک و خدا تو رو برگزید برای خودش استفاکه بعد میفرماد و تحرکه تو رو معصومه قرار داد و طاهر قرار داد اینم یه مقام دیگه هست و استفا که الان و تو رو بر زنان دیگر برگزید تو استفای اول استفای برای خود خدای تبارک تعالی بود دیگران مد نظر نبودند تو تهارت هم اون تهارت ذاتی مریم سلام الله علیها بود که خدای تبارک تعالی به او عنایت کرده بود و بخشیده بود تو مرتبه سوم و استفا که الان تو رو بر زنان دیگر برگزیدم یعنی این استفا و این مقام یه مقام چی بود؟ اجتماعی بود اون دو مقام یه مقام الهی خاص فردی برای مریم بود که ممکن بود برش یه مقام اجتماعی متفره بشه اما سومی چی بود؟ اصلا یه مقام اجتماعی استفا که الان سائل آلمین همچنان که تو انبیا اونها رو به عنوان نبی برای مردم میفرسته در خانم ها چی هستش مثل این آیه شریفه می استفاک الان نسائل عالمین تو رو بر زنان دیگر برتری دادم یعنی زنان دیگه میتونن تو رو الگوی خودشون قرار بدن و تو بین اونها تو برتری و فضیلت داری خب مقابل اینها سه تکلیف برای مریم قرار داد سه تکلیف تطابق داره با سه برگزیدگی با سه در حقیقت استفایی که در اینجا داره لذا در مقابل استفاکه اول فرمود یا مریم اغنوتی دنبال آیه یا مریم اغنوتی لربک قنوت تو و قطع امید تو فقط برای خدا باشه اغنوتی لربک در مقابل استفاکه در مقابل تحرکه میفرماید که وست شدی تو رو تهارت تاهر قرار داد تو رو معصومه قرار داد وست شدی سجده هم در اینجا یک خضوع فردی در مقابل رب درسته؟ مقام سوم و استفاک الان سائل عالمی بلا فاصله تکلیفش تکلیفیه؟ ورکعی معراکعی اگر تو رو بر زنان دیگه برگزیدم پس تو هم عبادت اجتماعی قرار دادم برای تو در مقابل این در مقابل این مقام یک تکلیف اجتماعی که ورکعی معراکعین در حقیقت در مقابل استفاک الان سائل عالمینه اینجا که می‌فرماید که اقیم و سلات و آت و زکات ورک رکعو که رکوع با رکوع کنندگان یک مقام اجتماعی با اینکه دو مرتبه قبلی هم اجتماعی بود هم اقیم و سلات. اما اقیم و سلات تکلیف فرد بود در رابطه با اقامه اجتماع که این باعث می شد که این فرد یک حرکتی فائلانه نسبت به اجتماع داشته باشه یعنی اجتماع رو هم حرکت بده در مرتبه دوم آتوز زکات هم یه فاعلیتی باز از این است که زکات رو داره در حقیقت اعطا می کند و عطا می کند دادن زکات است که خلل و فرجی رو در جامعه داره پر میکنه در مرتبه سوم حالت فاعلیت برایی نداره بلکه حالت همراهی داره بلکه او را که این که این معیته اون دوتا اشراف بود دقت میکنید اقیم و سلات الزکات زکات اما در سومی حالت چی هستش ورک مر را که این همراه باشید لذا تو این مرتبه سوم اساسش بر تواضع و خضوع و خشوع که کسی که در مرتبه دیگران رکوع با دیگران میکند همراه دیگران است دیگه غیر از اون نیست که اقیموس اون اقیمو اقامه است اینجا ولی رکوع همراه با دیگرانه هر کدام از اینها تو اجتماع آثار خاص خودشو داره لذا این ورک او مر را که این برمیگرده به اون خضوع و خشوعی که برای این فرد در اجتماع باید تو عباداتش به همراه دیگران ظاهر شود یعنی خضوع در رابطه با دیگران هم ملاک در اینجا که این عبادت خاضعانه اجتماعی اون هم شاخصش رکوعه که حالت خضوعه که در وجود خود این هم این سرایت میکنه لذا این سه دستوری که در بله بس شد از ساجدین چون در سجد سلام علیکم الله سلام علیکم الله در سجد چون معمولا انقطاع از غیر حاصل میشه بس شد از ساجدین رو کمتر میارن به این عنوان در سجده چون وقتی که سجده محقق میشه سجده و رکوع هر دو در خضوع مشترکن اما در سجده قایت الخضوع دقت میکنید که قایت الخضوع اختصاص داره به خدای تبارک لذا غیر توش مد نظر قرار نمیگیره اما در رکوع که سج... مرتبه ای از عف از سجده هستش در خضوع لذا اینجا امکان رکوع و توجه به دیگران در رکوع که دیگران رو هم همراه بکنن هست ولی در اونجا حالا چه تعبیر اسرار و صلات باشه که فناه در مرتبه سجود چه در حقیقت تعبیر عرفی باشد که قایت الخضوع دقت میکنید که در قایت الخضوع توجه به غیر منافات با مقام قایت الخضوع داره اما در ورک اوم الراکعین این این مسئله این اشکال وارد نمیشه خب اینم یه بحث دقیقی است که عباداتی که در مقابل اون نعمت هایی که خدای تعالی به بنی اسرائیل عطا کرده بود و یادآوری کرد براشون عباداتی رو ابتداعا ازشون خواست که عبادتهایی هایی باشن که مرتبط با اجتماعن چه در ناحیه اقامه سلات چه ایتها زکات و چه در سومی که اصلا یک عبادت ای است که همراه با خضو و خشوعه که این برگشت میکنه به خصوص با اون حرکت جمعی روح جمعی ببینی تو اینجا روح جمعی رو داره تقویت میکنه که تو هر سه عملی که داره ذکر میکنه حتما توش دیگران نقش دارن چه اقیم و سلات باشه که اقامه سلات دیگران رو دیدن است چه آت و زکات باشه که دادن زکاته که دیگران توش لحاظ میشه چه ورکه اوم ار اینه یعنی در اینجا سه عمل اجتماعی رو منتها با سه نگاه که یکیش یه بحث عبادیه یکیش یه بحث اقتصادیه یکیش یه بحث اجتماعیه که اجتماعی بودنش همون ورکه اوم الراکه اینشه که رکوع و خضوعه خب این جا داره البته بحث و نظائرش رو پیدا کردن جا داره یه بحث مهمی هم هست که اون با اون فرمایشی که مرحوم علامه دارن خیلی سازگاره که حقیقت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی تو انسان یک روحی دارد و حقیقتی دارد که روح اجتماعی از جمله مراتب وجود انسانه که انسان حقیقت دارد در رابطه با اجتماع یعنی اینجور نیستش که اعتبار باشد فقط بلکه در رابطه با اجتماع اون که برای انسان محقق می شود حقایقی است که در این آیم اشاره به اون حقایق شده در تعالی چون اینها رو داره راه وفای به اون نعمت ها ذکر میکنه که یاداوری بکنه دیگه در آیه بعدی میفرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون که خب این خیلی مخاطبش برای ما عظیمه که شامل حال ما میشه ممکنه کسی اولا استفاده بکنه از این آیه تعمرون الناس بالبر و تنساون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون که اگر کسی اتعمرون الناس بالبر و تنساون انفسکم آیا دلیل می شود بر این که اگر ما تنساون انفسکم بودیم تعمرون الناس بالبر نداشته باشیم یعنی اگر ما خودمون اهل معروف نبودیم آیا باید تارک امر به معروف هم باشیم یعنی اگر اهل معروف نیستیم نمیتونیم امر به معروف بکنیم آیا این ازش استفاده میشه دقت کردید این سوال گاهی شبهه تو ذهن هست که وقتی ما اهل عمل نیستیم اه، یا در آیه شریفه دیگری فرماید اتقولون علی الله ما لا تفعلون لما تقولون ما لا تفعلون درسته لما تقولون ما چرا میگید اون رو که عمل نمیکنید یعنی این که آیا اگر انجام نمیدیم نباید بگیم از این آیه این استفاده میشه یا نه استفاده میشه که گفتن و امر به معروف لازم و واجب است اما چرا عمل نمی کنید به اون چه که میگید نه چرا خلاصه آنچه را که انجام نمیدید میگید دقت میکنید چه تفاوتی داره بین این دوتا؟ تفاوت در این است که سلام علیکم الله چرا را که میگویید عمل نمیکنید این چرا آنچه که میگوید عمل نمیکنید یعنی یه تکلیفه در مقابل گفتن یه تکلیفه گفتن یه تکلیفه که باید بگیم عمل کردن به اون چم که میگیم یه تکلیف دیگه است که باید انجام بدیم اما اگر عمل نکردیم گفتن از دوش ما برداشته میشه چون انجام ند... چون انجام نداده بودیم خودمون لذا این یه سؤاله که آیا کسی اگر اهل معروف نباشد امر معروف از دوشش برداشته میشه ابدا امر معروف برگردنش هست باید امر معروف هم بکند حتی اگر خودش عامل به معروف نیست پس اگر عامل به معروف نیست چوب این رو میخورد اگر امر به معروف میکند چوب این رو میخورد که چرا عمل نکردی به اونچه که گفتی اما اگر انجام ندهد تا امر معروف نکند بگه چون انجام نمیدم این دو تا چوب میخوره که چرا انجام ندادی چرا امر به معروف نکردی دقت میکنید چرا انجام ندادی چرا امر به معروف نکردی پس این تکلیف رو ساقط نمیکنه این یه بحث دقیق برای ماسا لذا خود امر معروف کردن موعد میشه برای اینکه انسان امر عامل بم... آم... به اون معروف هم باشد انشالله لذا نگیم ما تا ساخته نشدیم هیچ کاری نباید بکنیم تبلیغ نباید بریم چون اینها رو خیلیش اهل عمل نیستیم تبلیغ باید بریم حرف باید بزنیم عمل هم باید بکنیم اگر هر کدومش رو انجام ندیم ترک بکنیم چوب خودشو داره اگر دوتاش هم ترک بکنیم دوتا چوب داره اینجوری نیستش که بگیم حالا چون انجام ندادیم پس امر معروف هم نکنیم اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم خودتون رو فراموش کردید و مردم رو امر به بر میکنید این مربوط به یهوده مربوط به اون جریانی که اینها بشارت ظهور حضرت رو میدادن پیغمبر اکرم را و به مردم در حقیقت گفته بودن که این نزدیک خودشون هم سالیان طولانی بلکه بیش از صد سال خبر داشتن که همچین جریانی نزدیکه لذا اومده بودن مقیم شده بودن اطراف مکه و مدینه که احتمال میدادند اینجا اون ظهور محقق میشه اطراف مدینه که پر از یهود بود به خاطر اون بشارت هایی که از علائم منجی ظهور منجی برای اینا داده بودن اومدن اونجا مقیم شده بودن گاهی نسل در نسل منتظر بودن اتعمرون الناس بالبر اینها رو برای مردم بیان میکنید و تنسان انفسکم اما وقت ایمان خودتون که میرسه خودتون ایمان نمیارید به این نبی که این همه بشارتش رو دادید این نسبت به یهود مستاقش اما این کلیتش نسبت به همه است که اتعمرون الناس بالبر اون که نیکی است و, و تنسون انفسکم بله آیا اگر من منکری پیش آمد کسی منکری رو مرتکب شده من هنوز انجام ندادم این کار رو خودم آیا وظیفه ندارم اینجا نهی بکنم یا دارم ما سوالمون اینجاست من تا به حال این معروف رو انجام ندادم یا این منکر رو از خودم نتونستم ترک بکنم ببینید الان الان, الان میگیم چیکار کنم یعنی الان چه بنا داشته باشم بر انجامش چه بنا نداشته باشم آیا الان یک کسی داره این منکر رو انجام میده درسته؟ من تکلیف به دوشم هست که نهی بکنم یا نه ارز کردم دارم به عنوان فقهیش میگم همینجا نمیخوام اینجا بیان بکنم میگم این بحثه که اینجا همچنان که در حقیقت کفار بر فرو مؤاخذن همچنان که بر اصول مؤاخذن نه اینکه چون بر اصول در حقیقت اینها اصل رو قبول ندارن دیگه به فرو نمیرسه نوبت نه اینجام هم از همون سنخه یعنی اگر انسان عمل نکرده به معروف درسته بنا داشته باشد عمل بکند یا بنا نداشته باشد این چوبه اگر امر معروف نکند در جایی که باید بکند خودش چون نکرده بگه من نمیکنم چون خودم انجام ندادم خودم امر معروفم نمیکنم. دو تا چوب میخوره حالا او یه بحث دیگریه اونی که در حقیقت گفته غیر از اون نیست که نمیگم یعنی اونی که در اینجا با اینکه انجام نداده خودش میگه غیر از اون کسی است که نمیگه ما بحثمون در این است یعنی این یه تکلیفی رو حتی در مرتبه ظاهر انجام داده مثل کسی که نماز رو خونده در مرتبه ظاهر هرچند این نماز مقبول واقع نشده این اعاده ندارد دقت میکنید چوب بر اینکه نخونده ندارد اما مقبول هم واقع نشده قبول هم برای محقق نشده این بحث دیگریشه اینجا هم همین جوریه یعنی این اگر انجام داد امر معروفش رو این چوب تارک امر معروف رو نمیخوره اما اینکه امر معروف مقبولا بشه تعالی به او بده او یه بحث دیگریه ممکنه تعالی هم به او نده هرچند این اسقاط شده مثل تکلیف ظاهری سلات پس این محفوظ باشه که راه رو برای ما باز نمیکنه خودمون رو بکشیم کنار این دنبالش خیلی مسائل و میاره ها یعنی بعضیا خودشونو میکشن کنار میگن تا ما ساخته نشدیم با هیچ ارتباط اجتماعی برقرار نکنیم روابط اجتماعی رو بذاریم کنار هیچ رابط اینجوری نیستش این مقدمه گول زدن شیطانه که انسان رو چکار بکنه از اجتماع جدا بکنه وقتی از اجتماع جدا کرد بسیاری از کمالاتی رو که تو ارتباط اجتماعی برای این امکان تحقق داشت از دست داده بسیاری از کمالاتی که تو عبادات اجتماعی عبادات اجتماعی برای این پیش می آورد و محقق می از دست داده این خلاصه منظور ما این نکته اجتماعی مهمی بود که گاهی سوء تفاهم شده و ازش برداشت میشه در اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم البته مفهوم اعم از بحث یهوده یهودی که از مصادیقشه که تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب در حالی که شما کتاب رو میخونید کتاب رو تلاوت میکنید یعنی علم دارید اینجور نیستش که قاصر باشید ندانسته باشید نسبت به مسئله لذا نسیان نفس گاهی از باب قصور و قاصر بودن آدم ناسی نفس میشه اما گاهی از باب چی هستش تقصیره این میگه و انتم تطلون الکتاب شما مقصرید نقاصر و انتم تطلون الکتاب افلا تعقلون اگر کسی اهل تلاوت کتاب باشد و تنسان انفسکم باشد این جاهل است افلا تعقلون یعنی اگر کسی ناسی اهل تلاوت باشد اهل تلاوت با نسیان سازگار نیست اگر حققل دارد اگر عقل دارد افلا تعقلون یعنی یعنی اگر اهل عقل باشید میدانید که نسیان با تلاوت سازگار نیست نسیان در مقابل تلاوت دیگه اگر تلاوت دارید که ذکر تلاوت ذکر دیگه نسیان با ذکر سازگار نیست کسی نسیان آرزش میشه که ذکر ندارد قاصر باشد برای او امکان ذکر نباشد خب این بحثی بود که تفسیرش هم تطبیق شد از قبل وارد آیه بعد میشیم که باز هم بسم الله الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاه و انها لکبیرت الا علی الخاشعین الذين یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون خیلی اگر ما بعضی از بزرگان میفرمودن که روزی پنجا آیه قرآن انسان بخواند که تو روایات هم وارد شده بعد میفرمودن که روزی پنجتا تا از این آیات رو در مراقبه انسان توجه بکنه بهش پنجا آیه رو بخونه اما پنجتاش تاش رو توجه بکنه بهش دقت بکنه بهش میفرمودن روزی یکی از این آیات پنجاهگانه گانه رو سعی بکنه عمل بکنه بهش ببینید دیگه خیلی ساده میشه دیگه پنجاه آیه تلاوت بکنه پنج آیه توجه بکنه از این آیاتی که خونده تلاوت کرده و توجه کرده یک آیهش رو کار بکنه در اون روز برای خودش این رو به عنوان منشه عمل قرار بده الان مثلا همین آیه شریفه که میفرماید چه آیات قبل چه اینجا و به صبر و سلات استعانت کنید از صبر و سلات به واسطه صبر و سلات استعانت کنید از خدای تبارک آلا امر الهی هم هست استعینو امر الهی است لذا صبر و سلاد اگر به امر الهی سبب استعانت میشن واسطه در استعانت میشن منافات با توحید ندارد چرا منافات با توحید ندارد چون خودش امر کرده مقاومت در مقابل این مثل شیطان میمونه که بعضیا خواستن بگن که شیطان گفت خدایا من بر آدم سجده نمی کنم هر چند شما فرموده باشی هرچند شما فرموده باشی من بعد برا... بگن این خیلی توحید اعظمه که شیطان از نبی خدا هم بالاتر نعوذ بالله چرا؟ چون هیچ شرکی رو بر نتافت حتی به امر خدا خب میشه گفت خدای تبارک و تعالی امر به شرک بکنه میشه گفت یه امری که مشرکانه باشه میشه گفت خدا امر به شرک کرده اصلا نسبت داد این رو اولا و بعد بگیم خدا به شیطان امر کرد امرش هم حالا بگیم امتحانی بود امر به شرکت امتحانی ببینه شیطان چقدر موحده میشه اینا رو گفت بازی نیست بازی به آیات نمیشه اینجوری حالا اینجا استعین و به صبر و سلات استعانت کنید به صبر و سلات امر الهیه اگر کسی در اینجا استکبار کنه بگه من کاری به صبر و سلات ندارم چون صبر و سلات کجا خدا کجا خب این ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین اول آیه چی هستش ادعونی استجب لكم دعا کنید بخوانید ادعونی استجب لكم اجابت میکنم اجابت من فرع دعای شماست اگر شما این قابلیت رو در خودتون ایجاد کردید که ادعونی شد به امر من استجب لكم درسته؟ ان الذين يستكبرون کسی که از دعا رو برگردانه بگه من چی کار دارم خدای تو خودش میدونه اصلا من نمیخوام دعا بکنم من دیدم بعضی خلاصه کسانی که خیلی احساس توحید میخواستن بکنن اصلا ما دعا نمیکنیم دعا با توحید سازه کن بله یه موقع هست مقام ابراهیم خلیل الرحمن در مرآ و منظر رب خودش رو حقیقتا میبیند میگه در حقیقت چی؟ میگه در حقیقت میبیند او دیدن او در حقیقت روایت شریف چی هستش؟ علمه به حالی کفا ان سوالی او داره میبینه یه موقع در این موتنه اما یه موقع ادا در آوردنه ادا در آوردن ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخلین در اینجا میفرماد استعینو و به صبر و سلات بعد صبر و سلات رو معنام پس استعانت امر الهیه و این وساطت صبر و سلات هیچ شرک نیست بلکه به امر الهی فنا ایجاد میکنه خودش چون ارادی او تا به اراده رب میشه استعین و به صبر و سلات صبر رو یک معنای خاص کردن که میگن صبر در مقابل سرات یعنی چی؟ روزه امر به روزه و نمازه اما یکی از مصادیق صبر سیامه نه اینکه همه صبر به معنای سیام باشه چون صبر کف نفسه مقاومت نفسه اینکه نفس رو در حقیقت انسان صبور بار بیاره کف نفس لازمشه اساسشه سیام همچون کف نفسه چی هستش از مصادیق از مصادیق صبره نه اینکه صبر فقط سیام باشد و اگر در روایات متعددی از سیام به عنوان از صبر به عنوان سیام نام برده یعنی اینکه سیام از مصادیق صبر است تعیین مصداق هیچ اشکالی هم نداره چرا به چه دلیلی به دلیل اینکه در بعضی از روایات شریف دیگه وارد شده که صبر و صلات تعبیر شده به رسول اکرم و امیر مؤمنان که این دو هم ولایت این دو و ارتباط با این دو خودشون صبر و صلاته حقیقت صبر تعبیر شده تو همین جا هم تو بحث رواییش آمده که انبیا و اوسیاشون میشن چی صبر و صلات اشکالی نداره اینم از مصادیق دیگش مون تو مصادیق در طول همان بعضی از مصادیق میشن تام مثل خود اون موتن ولایت بعضی از مصادیق مرتبه از اون هستن مثل روزه و نمازی که ذکر شده استعینو به صبر و سلات حالا خود مرحوم علامه یه توضیح به این میفرم و انها لکبیرتون این سلات چون زمیر انها رو بعضی به استعانت زدن بعضی به سلات مرحوم علامه میفرماید مشهورم این است که به سلات باشد به قرائنی که در خود آیه آمده و انها لکبیرتون این سلات سنگین است سخت است سقیل است الا على خاشعین مگر بر کسی که اهل خشوع باشد اگر تو وجودمون دیدیم نماز سنگین و سخته به مراتب این سنگینی و سختی معلوم میشه که از اهل خشوع خارجی لذا چون آیه میفرماد و انها صلات لکبیره این لکبیره هم تشکیکیه تشکیکیه دیگه مراتب سختی و سنگینی سقل سنگین است الا علی الخاشعی یعنی برای اهل خشوع سنگینی که نداره کیفم دارد لذا داره که نبی اکرم نزدیک وقت نماز که میشد یا امیر مؤمنان یا امام صادق یا حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین میفرماید که تعبیر روایات خیلی تعبیر عجیبی است بعضی رو میفرماید رنگ اینها میپرید بعضی اینها له لها عزیز برای حضرت زهرا سلام الله علیها لها عزیز که عزیز المرجل دلشون مثل گیگی که میجوش قل قل میکنه مثل او قل قل و صدای تپش شدید درش ایجاد می شود. بعضی رو فرمودن که طائر اقله نزدیک وقت از آن می که انه عقل از سرش پرواز کرده تعبیر روایات ها یعنی آنچنان خب این تعبیرات اینجوری مربوط به این است که اینقدر اشتیاق و شوق تو این ارتباطه در مقابل این که خلاصه خدا رحمت کنه از دایت الله احمدی میانجی میفرمود که من گاهی به بعضی میگفتم که بالاخره نماز رو بخونیم راحت چیم که این تکلیفی که به دوشمونه از خلاصه گردنمون باشه بعد دیدم تعبیر اینجوری تو روایات هم اومده که اقلن این مرتبه اقلشه اقلن بخونید راحت چید اینم یه شه که بخونیم راحت چیم که این سنگینی که این نماز به دوش میشه راحت چیم ها دستش دیگه اینم یه شه تا اون شوق حالا اون شوق طلبمون اقلا بخونیم راحت چیم هم خودش این الا علل خاشعین الذین حالا خشوع رو هم که در مقابل خضوع معنا میکنن خضوع بدنیست خشوع جوانهی در مقابل خضوع که جوارهی است یعنی برمیگرده به نظام درون انسان خوشو که الا علی الخاشه این صلات نظام درونیشه و نظام درونی هر جا باشه نظام بیرونی هم هست اما نظام بیرونی ممکنه باشه و نظام درونی نباشه معده برای ایجاد نظام درونیه اما نظام درونی اگر بود خود به خود چی میشه نظام بیرونی محقق میشه چون علته چون فائلیت دارد پس این دوتا با هم تاثیر و تاثرشون معلومه الذين يظنون انهم ملاقو ربهم یظنون تعبیرات خیلی زیادی اینجا کردن که اینها گمان میکنند که لقاء رب داشته باشن ملاقو رب بهم یا زنون انه ملاقو رب بهم خاش این رو داره بیان میکنه که سلات سنگین است مگر بر خاش این خواش این کیا هستن خاشعین این الازین یا زنون انه ملاقو رب بهم درسته بعد میفرماد و انهم الیه راجعون این که الذین یظنون با مقام خشوع چه جور سازگاره خیلی تفاسیر در این مسئله متعدد در حقیقت بیان کردن اما دو سه تا از اون نکاتی که دقیق تره رو عرض میکنه من اینجا هشت تا نه تا نکته رو در تفاسیر مختلف که بوده و ذکر کردن رو ذکر کردم اما حالا اوناش هیچی یکی این که یزنونه در قرآن اگر جایی به مو بیان در حقیقت زن به معنای گمان اومده باشه قرینه برش اقامه شده من هم مثل به در حقیقت این یه ال زن و این هم چیه دنبالش؟ دمبولش. چی؟ آره دو تا تعبیر داریم که اینها در حقیقت علم ندارن حالا آیشم من نمیدونم نوشتم آیشو یا نه آیشو کی یادشه که در مقابل علم میاره؟ در مقابل علم میاره که اینها تبعیت از زن میکنن و علم ندارن لا یعلمون هستن حالا آیش هم هستش یه تعبیر این هستش که زن که میاد در این جاها که انه هم ملاقو هم و شبیه اینها زن به معنای چی هستش؟ اعم از خلاص اون زن نیست که ما به عنوان گمان میبینیم بلکه مراتب ا... ساعت درسته دیگه؟ یه صدایی بدونیم به صدای از چی قرآن هم این ساعت درست این اعم لذا زن رو به معنای اعتقاد گرفتن منتها اعتقاد از مراتب شک ایجاد میشه اعتقاد تا مرتبه یقین این که میفرماد نونه یعنی اینکه برای اینها از مرتبه شکشون تا مرتبه یقینشون همه نافعه در مق... در لقاء رب در اینکه اینها خشوع ایجاد کنه هر مرتبه ایش مرتبه ای از خشوع رو ایجاد میکنه این یزون مرتبه شکش باعث خشوع میشه در مرتبه ذنش باعث خشوع میشه چون اون چه که محتمل است خیلی عظیم است یعنی اگر نگاه کرده باشید وقتی که بحث مرگ و قیامت میشه کسانی هم که به دنیا خیلی چسبیدن و تعلق دارن تو اون حالت وقتی که یک کسی از اقوام نزدیکشون از دنیا میره منقلب میشن یا نمیشن خرج کردن براشون راحت تر میشه انفاق براشون راحت تر میشه گسستن از دنیا براشون راحت میشه لذا این الذین یظنون لذا بعضی خواستن بگن که الذين <الزینا> يظنون انهم ملاقو ربهم میفرمایند برای ایجاد این خشوع گمان هم کفایت میکند گمان به قیامت هم کفایت می اون یه قول دیگریه اون قول اولین بود که مراتبی هست مراتبش هم مراتب خشوع رو میاره اما میخوان قول دوم بگی که اساس احتمال به قیامت کفایت میکند بر اینکه چی باشد بر اینکه خشوع ایجاد بشه حالا هر قدر این به سمت بالاتر و قویتر بره البته خشوع شدیدتر میشه دیگه و شک یعنی همین دیگه نه حالا شک یعنی شما بذارید به عنوان که معنای یعنی همین قدی که تو ذهن توجه حالا اصلش رو میگن توجه تنبه بر اینکه قیامتی هست تنبه همین قضیه بعد شک بعد خلاصه گمان بعدش بعدش یقین همه این مراتب در مراتب خشوع اثر داره لذا کفایت میکند چون زن رو به معنای عام گرفتیم دیگه نه معنای یقین زن رو معنای همه اینا رو شامل میشه هر مرتبهش مرتبه از خشوع رو میاره هر مرتبه از این زن مرتبه از خشوع رو میاره بعضی خواستن اینو بگن بعض بعضی هم البته بالاتر از این رو یه مرتبه دقیق تری رو بیان کردن لقاء رب رو به چون این قول های کتاب حال گفتیم و اقوال دیگه بنابر این است که لقاء رب رو معاد بگیرن قیامت بگیرن احتضار بگیرن مراتب بحث قیامت بگیرن اما این قول دیگه میفرماید که نه ملاقو رب بهم فقط بحث قیامت نیست بلکه قیامت رو انهم الیه راجعون اشعار داره برش که دنبال آیه میاد این ملاق رب بهم یعنی لقاء رب میفرماید چون اینها نسبت به خودشون امیدی ندارند و اون چرا که توجه دارن این است که مقاماتی رو که در انتظار انسان هست و برای انسان مقدر شده اون رو هم به عمل خودشون نمی بینن لذا یزنون انهم امید دارن مثل ای که میفرماید که چی ان الذين یرجون لقاءنا ان اون آیه چی هستش يرجونا لا یرجون نه بله من کان یرجو لقا عرب من کان یرجو لقا به من کان یرجو چون این لا یرجون لقا انا و رزو به الحیات دنیا و بها اون آیه لا یرجون است که در مقابل اینه اما من کانه یرجو لقا عرب به درسته رجاء به لقا عرب نه یقین به رجاء لقا عرب بلکه رجاء به لقا عرب چی میشه؟ این کفایت میکند که این فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی صدق بکند ولا یشرک به عبادت هم یعنی مراتب عالی اخلاص نه مرتبه عدم شرک ظاهری دیگه لا یشرک به عبادت ربهی که در مرتبه اخلاص در عبادت نه در مرتبه اخلاص در اعتقاد که از این مرتبه این گذشته پس این فرمایش اون به قول دیگه این است که ملاقو ربهم رب یعنی امید به مراتب چی؟ لقا امید به مراتب لقا امید به مراتب کمال اینها چون خودشون رو لایق نمی کفایت می کند که با زن و با رجاء به او در حقیقت چی باشن؟ این عمل براشون خشوع محقق بشه که ان الذین الذين يظنون انهم ملاقو ربهم بعد میفرماید دلیلش همین است که ربهم رب یه استیناسه رب ایشان ربهم تعبیر به رب که برای اینها اومده یه استیناس برای اون مقامات حالا اینم توضیح میدن و ب... و انهم الیه راجعون بله خود علامه این قول اشاره کرده اشاره کرده فقط گفته اینو ما در سوره اعراف میگیم فقط اشاره کرده حالا الان میرسیم این در حقیقت بعضی از بزرگوارای دیگه تو بعضی از تفاسیر هم ذکر کردن حالا من نوشتم از قبل از علامه هم کی فرموده اما حالا دیگه ایناش خیلی لزومی نداره ما اصلمون این است که نمیخوایم بحث رو در مباحث مفهومیش خیلی صرف بکنیم بحث این است حالا تو روایاتی که برای مثلا وارد شده بعضی از روایات خیلی جالبه که زیل ایشالله بتونیم زیل این بخونیم روایات مسئله که یه بحث عملی است میفرماد اگر میفرماد استعینو به صبر و صلات یعنی هر جا مشکلی براتون پیش اومد چیکار بکنید؟ عملا اگر کسی رجوع کرد به صبر و سلات این نجات پیدا میکنه و مشکل براش حل میشه استعینو به صبر و صلات درسته؟ میفرماد استعین استعینو حالا در روایت داره که هر امر سختی براتون پیش آمد چی میشه که برید وضو بگیرید و درکت نماز بخوانید چی میشه تا تحمل بکنید تا این خودش از شما دور بشه روایت داره حالا بیان میکنه که یعنی چی قول و تعالی وستعین به صبر و سلات الاستعانه و هیه طلب العون انما یتم این خیلی تعبیر زیبایی است طلب العون کجا محقق میشه کمک کجا محقق میشه انما یتم فیما لا یقبل الانسان علیه وحده من المهمات و نوازه. اون جایی که یه سختی هایی براش قابل تحمل نباشه با قوای خودش نتونه اونجا طلب چی میکنه تو عرف اینجوریه دیگه اونجا کمک میخواد و ازلام و اینه فی الحقیقه الا الله سبحانه اگر واقعا معینی و کمک کاری در عالم غیر از خدا نیست فالعون علی المهمات مقاومت الانسان لها به ثبات بل استقامه پس اون یعنی اینکه انسان کمک بخواد تا ثبات پیدا کنه مقاومت پیدا کنه در مقابل مهمات همچنین اتصال پیدا کنه به او و انصراف پیدا کنه از غیر پس ببینید چقدر جالب دو تا نگاه در استعانت یکی این که مقاومت پیدا کنه در مقابل این نازله درسته تحمل بتونه بکنه یکی این که از این نوازلی که اغیارن منصرف بشه به سمت چی به سمت خود خدای تاک تعالی پس یکی در تحمل و مقاومت به خدا توجه میکنه یکی در انصراف از اغیار به خدا توجه میکنه این میشه یکیش صبر یکیش میشه چی؟ سلات اونجایی که طلب میکنه استقامت و مقاومت رو از خدا این اون رو میخواد این میشه صبر اونجایی که انصراف از غیر رو میخواد میشه سلات پس دو حقیقتی یکی این که در مقابل اغیار بتونه مقاومت بکنه یکی این که از اغیار منصرف بشه درسته یکیش میشه سلات یکیش میشه صبر یکیش میشه سلات این دو تا تعبیر رو آورده که هر دو دو قوس وجودی انسان تحمل شدائد انسرا لذا به جایی میرسه انسان که شدائد از زیر پاش میگذرن تعبیر تو اون حدیث معراجیه که اینها اهل رضا لا یبالی به اسرن اسبه ام به یوس چون حشر اینها دیگه باکی هستش با خداست بلکه شدائد براشون تحملش ساده میشه چرا؟ چرا ساده میشه؟ اگه گفتید چرا؟ چون میبینن نظام احسن الهی از نهانهی خداست وقتی از ناهی خداست تحمل ساده میشه یا نمیشه تحمل خیلی ساده میشه میبینه او ما اصابکم من مصیبتی چی در حقیقت چی فمن الله درسته هر مصیبتی که نازل میشه به شما هر سختی که بیاد من الله اگر من الله شد در حقیقت تحملش برای انسان ساده میشه این غیر از اون است که امر شده در سختی ها طلب گشایش بکنید اونم به امره اونم چی هستش به امر الهیه که حالا او بحثش ایشالله در قضا و قدر سر جای خودش میاد بعد میفرماید که پس ول اتصال و بهی تعالی بل انصراف الهی ول اقبال علیه به نفسه با رو کردن به خدا هازا و صبر و سلات صبر و سلات و هما احسن و سبب علا زالک این دوتا در حقیقت بهترین سبب هستند برای اینکه انسان به سمت خدا حرکت بکنه فس صبر رو یو سقر رو کل عظیمت نازله صبر کوچیک میکنه هر امر عظیمی رو که نازل میشه چقدر جالبه صبر کوچیک میکنه هر امر یعنی همین امر برای کسی که صبور نیست خیلی عظیمه اما برای اینکه صبوره این امر چی هستش خیلی کوچکه وقتی کوچک شد تحملش ساده میشه یا نمیشه وقتی که مجاهد در جبه وارد میشه اون عزائم و سختی ها و احوال جبه و جنگ رو میبینه اگر اهل صبر باشه خیلی کوچیک میشه و عبور میکنه از اینها اما اگر اهل صبر نباشه چی میشه این اصلا یه بند خدایی بود وقتی کاتیوشا میزدن خب یه سری خمپاره از دشمن میمد میخورد یه سری کاتیوشا از جبهه خودمون شلیک میشد پشت سر این بند خود در هر دوی شلیک اینها میخوابید رو زمین میگو هم باره خودمون رو باد بخوابیم رو زمین هم مالا اونا که میزنن از بس صدای این وحشتناک بود این وحشت صدایی رو روخ ازمی میندا اونم که خب ترس جون بود دیگه اون صداش زیاد نبود اما خب ترس جون بود یعنی از دوتا یعنی شاید از این کاتیوش های خودمون که میدونست در امن و امانم هست اما اینقدر ترس داشت که از صدایی این زودترم به خاک میافتاد ناخداگاه ولی از صدای اونم میترسید بخ... بخوا... ولی از صدای این شدیدترم حالا اینجوری که انسان این صبر نداشته باشه یه امر کوچکی اپادرش میاره لذا مؤمن چون با خدا مرتبط است این زره دارد سپر دارد این سپر برای انسان ایجاد میکنه که بسیاری از وقایع به اون سپر میخوره اصلا به انسان اصابت نمیکنه خیلی عظیم این که ما مننت بر خدا نذاریم که خدای ما این مؤمنی ما خدای تعالی بر ما مننت دارد که باعث شده که فجایع و احوال و سختی ها چی بشه به سپر بخوره اصلا به ما نخوره که اون ایمانه و ما اصلا احساس نکنیم لذا برای خیلی از مؤمنین خیلی از سختی ها راحت تره تحملش دا نه این جذافظه یه مرتبه شه اینم یه مرتبه شه که جزع نکنن نکنه صبر است که حقیقتا در مقابل سختی احساس در حقیقت چی بکنه راحتی بکنه اینم یه مرتبه از صبره که وقتی سختی میاد دیگری رو اپا میندازه نه خیر نه خود حقیقت صبر خود حقیقت صبره که از خدا استعانت کرده صبر رو صبر وقتی که میاد این میبینه در مقابل اشیا مقاومه صبر مقاومت صبر مقاومت لذا در کف نفس مقاومت کف نفسه ممکنه خلاصه نتایج زیادی هم دنبالش باشه پس صبر رو خودش میگه پس صبر رو یسقر کل عظیمت نازله نه اینکه آه و آه ندارد فقط دقت میکنید کوچک میکنه حقیقتا صبر هر عظیمه نازلی رو چکار میکنه کوچیکش میکنه چون مقاومت این بالاست چون این توانش بالا رفته پس صبر بالا رفتن توانه درسته سلات هم انقطاع از غیره پس صبر رو کل عظیمت نازله و بالاقبال علی الله و الالتجاه الی تستیق الایمان پس صبر مقدمه میشه تا سپر داشته باشه در مقابل تیرها مقاوم باشه و نماز انسان رو حرکت میده به سمت اقبال علی الله و تتنبع ان الانسان متکن علی رکن لا ینحدم و سبب لا ینفسم این در حقیقت تنبه میده به انسان که متکی بر رک نیست که لاین هدم که خداست لذا مقاومت انسان اگر شما توی یه جایی باشید بدونید پشتتون لشکر جدیدی داره میرسه تو حالت محاصره تو محاصرهید بدونید پشت سرتون چی هستش یه لشکر جدیدی داره میرسه اینجا مقاومت بالاتره یا اینکه انسان محاصره شده باشه امیدیم به نجاتی از غیر امدادی از غیرم نداشته باشه وقتی کسی به خدا متکی است یعنی یک نیروی لایزالی داره پشت و سر من به من میرسه درسته داره از من پشتی و... خب اینجا قطعا تو محاصره انسان خودش رو وا نمیده تسلیم نمیشه نمیگه دیگه اینجا تهلوک است دیگه با تسلیم شد نه تا آخرین لحظه وایساده و مقاومت میکنه این تفاوت کسی است که صبر دارد که یوسق رو کل عزیمت نازله تو کشور ما صبر یعنی این الان تو مح... اگر کسی اهل ایمانه اگر کسی نگاه رهبری رو داره میفرم همه تحریم ها وقتی که در مقابل بیاد احساس میکنه که وقتی کشور واقعا پشتش خدای تبارک و تعالی این رو احساس میکنه خب میبینه که امر خیلی نازله همونجوری هم که در تو فتنه عرض کردم اون اوایل بود یادم نمیره این آقای رحیم پور از قدی تو شهریور ماه 88 بود ایشون میگفتش که وسطای شهریور بود گفت ما اوایل شهریور خدمت مقام معظم رهبری بودیم به ایشون عرض کردیم آقا این تدبیر شما در فتنه خیلی عظیم بود و خیلی کارا بود گفت یه خورده تعریف کردم اینجوری من و اینا اومدم بیرون خب شهریور هنوز اوضاع خیلی بلبشو بود خیلی آرام نبود گو وقتی اومدیم بیرون جلسه تمام شد صدا زد که فلانی بیا بعد گفتش که هیچ ایشون اونجا نقل کرد که هیچ کدام از این کارهایی که شما در حقیقت نسبت دادی به من فعل من نبود اینجا در حقیقت که انهو به من نشون دادن مثل جریان مادر موسی که گفتن القهی فلیم این تابوت رو بنداز تو آب و رهاش کن و کاری بهش نداشته باش که انه اون جریان تمام این جریان رو گفتن به ما که بنداز تو هیچ کاری تو تو کاره نیستی و در حقیقت خدای تعالی خودش حافظه این معلوم و لذا من اطمینان ایشون فرمودم من اطمینان کامل دارم شما هم اطمینان داشته باشید اصلا این از یک مقام توحیدی برمیاد که تمام تدابیر رو داره به کار میگیره تمام دقت های سیاست مدارانه داره انجام میده درسته اما هیچ کدوم از خودش نمیبینه و متکی به یک استقامت و یک مقاومتی خودش رو میبینه که خدای تبارک تعالی پشت کار میبینه این رو این شهود با آقای چیز گفتم گفتم این نشون میده که این در مرتبه شهود به یه توحید افعالی رسیده نه اینکه میگه من هیچ کارم یعنی ما فکر کنیم که یعنی اصلا تدبیری نداره ول کرده نه میگه تمام تدابیرم که به کار میبریم فعل من نیست این توحید اگر ما به اینجا برسیم اون موقعی همچین تومعنینهی برامون ایجاد میشه که هیچ بادی استراب برای ما ایجاد نمیکنه که المؤمن کل جبل الراسخ لا چی؟ تو هر عواصف که هیچ آسفه ای او رو باد تندی هم او رو جابجا نمیکنه حالا این بقیهش رو خودتون بخونید اگر یه موقع لازم بود خدمت دوستان اینجا رو بخونیم که اصل مسئله گفته شد چون در قول زن هم همین مسئله مطرح شد حالا تا ببینیم ان جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته